شاید باورش سخت باشه که تا همین 60 سال پیش کشورهای به اصطلاح پیشرفته برای خودشون یک باغ وحش‌هایی داشتن که باغ وحش‌های انسانی بوده، که به این صورت بوده که چون اون موقع سینما که نبوده، تلویزیون هم نبوده، امکان سفر به مثلا کشورهایی مثل آفریقایی یا کشورهایی که به صورت بومی و بدوی زندگی می‌کردن وجود نداشته، مردم کنجکاو بودن که ببینن که اینا چجوری زندگی می‌کنن، و اینها کسا که حالا میتونستن شرایط سفر رو داشتن که به اونجا میرفتن، یه انسانهایی رو از اونجا با خودشون میآوردن به همه حالت بدوی و به صورت دقیقا یک برده و اسیر، یه مکانهایی رو به شکل دهکده بومی اونها میساختن در کشور خودشون، در کشورهای غربی، و اینها رو به این صورت که میذاشتن که حالا بیان زندگی بومی خودشون اونجا داشته باشن کاملا به صورت اسیرگونه، که مردم بیان اونها رو ببینن مثل حیوان، دقیقا مثل حیواناتی که در باغ وحش میرفتن ببینن و بتونن کنجکاویشون برطرف بشه و لذت ببرن، که خیلی هم مورد توجه قرار میگرفت و خیلی هم طرفدارهای زیادی داشت. درود دوستان و همراهان عزیز، انسان دوست هستم از کانال قلم با موضوعات تاریخی و اجتماعی از سرزمینمون ایران و در واقع تاریخ کهن جهان. در این ویدیو میخوایم در مورد در واقع باقی وحش های انسانی که ماجراهای هولناک و شرم‌آوری داشتن، اونم نه در دنیای کهن، در همین در واقع کمتر از 100 سال گذشته و در کشورهای به اصطلاح پیشرفته‌ای مثل آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، انگلیس، که این باغ وحش‌ها خیلی به صورت عادی برگزار می‌شد و اصلاً هم چیز عجیب غریبی برای مردم نبود، اصلاً هم هیچ چیز بی‌رحمانه‌ای نبود، ظاهراً اصلاً رعایت حقوق انسان‌ها اصلاً مفهوم خاصی هم براشون نداشت. اروپایی‌ها و جوامع غربی، اصلاً کلاً مردم آفریقا یا دهکده‌های بومی که مستعمره خودشون هم بود خیلی‌هاشون، مثل تو تاتارا، هندوستان، فیلیپین، اینها رو اصلاً کلاً انسان نمی‌دونستن، یعنی کمتر از انسان می‌دونستن، یه جورایی اونها رو بین انسان و شامپانزه و اینا می‌دونستن، و یا افرادی که مبتلا به آرزوهایی مثل کوتولگی، زالی، گوش‌پشتی، دوقلوهایی به هم چسبید و این جور مسائل و مشکلات داشتن هم در واقع در راستای همونها بودن از دید اونها. در اواخر دهه 1800 این جور نمایش‌های استعماری به یکی از سرگرمی‌های محبوب توی دنیای غرب تبدیل شده بود، که این نمایش‌ها صرفاً در واقع اینجوری نبودش که فقط ابزار، آلات و پوشاک مردم رو بخوان نشون بدن، بلکه خود مردم رو هم در واقع کنار اونها نشون می‌دادن، یا درون قفس مثل حیوانات باغ وحش در کنار بوزینه ها و شامپانزه ها برای سرگرمی بازدید کننده ها نگهداری می شدن و به نمایش گذاشته می شدن. یکی از پرطرفدارترین اونها نمایش مردم بومی روستای ایگورود در فیلیپین بود که به صورت بدوی زندگی می کردن، که درآمدش از درآمد کل تمام باغ وحش های انسانی بیشتر بود، که در آمریکای شمالی با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شد، که بعداً به دنبال بالا گرفتن اعتراضات در کشور فیلیپین، آمریکا نمایش اون رو متوقف کرد بعد از چند سال. و جالبه بدونید که آدولف هیتلر باعث برچیده شدن این باغ وحش‌ها شد و به شدت برگزاری اونها رو ممنوع کرد، و در واقع بعد از جنگ جهانی دوم این باغ وحش‌های انسانی در اروپا به زوال گذاشته شد.